Hello, my name is Athena. Welcome to Henna Salon. در تهران متولد شدم، ایران، و تقریبا فامیل ما 52 سال در ایران زندگی کردن و بعد از 52 سال به خاطر مشکلاتی که بر فامیل ایجاد شد پس آمدن کابل. روزه اول که موارد افغانستان شده، من هر جایی که برای کار می رفتم همیش یک آقای آزار می دادن و اذیت کردن بر کل خانم ها بود. من طاقت یه تو آزارها و گپ ها و چیزا رو نداشتم. خوش داشتم که یک جای را جور کنم که فقط خانم ها باشن و براسی از مرد یک مقدار دور باشیم در یک کاری، که بعد از او هنا بیوت سالون هم جور کردم. فامیل ها که ما همراهشان کار میکنیم یا اونا میاین به اینجا، خوش دارم که فقط خانم ها باشه، یعنی وقت شوهرشان اینجا میرسانشان میفهمن که بر خانمشان بسیار سیف است. جای قابل اعتماد است، امنیتش خوب است و ای که دهش مردان نیستی بهترین چیز است. بر افغان ها همین بسیار مهم است، جایی که مردان باشن و تنها خانم ها باشن نوجه راحت میباشن. من نبودم اون وقت کابل، ولی چیزی که من شنیده بودم در وقت زمان طالبا اصلا آرایشگاه نبود و طالبا اجازه نمیدادن که خانم ها براین و برن آرایش کنن. امیالام که فکر کنین که چندین سال میشه که افغانستان از طالبا خلاص شده، ولی ما هنوز هم مشکل داریم. هنوز هم مثال تو امکان داره که ما را تهدید کنن که شما مثلا آدم های مشهور میان پیشتان آرایش میکنن، یا کسایی که خواننده هستن یا هنرمند هستن. این مشکلات هنوز هم هست، از خاطر باید یک مقدار زیادتر ما مواظب به چهار اطراف خود باشیم که خدای نکده حادثه ای رخ نده. Afghan women, they are now very, like, you know, fashion-y. They like makeup. They want to go to the salon and change the hair color or do the makeup. Yeah, I think it's better for all the women. حالا خب بسیار مردا خودشان خوب مرد شدن، مردای خوب شدن، خودشان خانم ها را میارن و خیلی وقتا اپایمنت ها را خود شوهرایشان میان میگیرن. مثلا در پشت دروازه هنا سالون استاد میشن، اپایمنت میگیرن برای خانومشان یا برای یک عروسی، یک محفل.